اگه دنبال کار تخصصی تو رشته های فنی میگردین، اگه مهندس، مدیر پروژه، معمار یا تکنسین هستین، دوره های آموزشی فناوران با هدف دریافت لایسنس های دولتی و سرتیفیکیت های کانادایی برای شما طراحی شدن تا بتونید به سرعت با تخصص و تجربیات خودتون توی کانادا مشغول به کار بشید. بسیار خوب، سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان علاقمندان به وبینارهای فناوران. امشب و امروز در خدمت سرخانم بدیعی هستیم، لید آرکیتکت و از آرکیتکت های بسیار موفق ایرانی در ونکوور. باعث افتخار منه که در خدمت سرخانم هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به فناوران و ممنون که وقتتون رو ددیکیت کردید برای کامیونیتی. خیلی متشکرم. خیلی ممنون، مرسی محمد جان، لطف داری. سلام به همگی، من خیلی خوشحال هستم که امروز یه گفتگویی بتونیم داشته باشیم راجع به بازار کار معماری و کلاً کار حرفه معماری در بی سی، شهر ونکوور. من سهر هستم، ساکن ونکوور و هم در حال حاضر در یک دفتر مشاور معماری مشغول همکاری هستم. پروژه‌ای که ما اونجا انجام میدیم بیشتر مربوط هستش به مشاهدات من هست، مسلماً برای یه نفر دیگه توی این اینداستری و حالا تجربیت متفاوت حتما فرق داره، ولی خب امیدوارم که بهتون کمک کنه. موضوعی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم، اول من یه بیوگرافی راجع به کار خودم بگم. من لیسانس و فوق لیسانس معماری رو این ایران خوندم و سال اول دکترا رو که البته خب دکترا اصلا چیزی نبود که خیلی من خوشحال بکنه، همزمان پذیرش گرفتم از دانشگاه یو بی سی برای یه فوق لیسانس دیگه با گرایش شبیه تر به گرین بیلدینگ و سستینبیلیتی، موضوعاتی که خب خیلی جالب بود برای من، مخصوصا 10 سال پیش که اپلای می‌کردم. بعد از پایان درسم توی یو بی سی مشغول کار شدم. در حین تحصیل هم من هر تابستون سعی می‌کردم از موقعیت‌هایی که مثلا اینترنشیپ هایی که هست مربوط به رشته که شرکت های مختلف می‌ذاشتن، همینطور سیتی آف ونکوور شهرداری، از اون اپلای بکنم و اون جاب رو بگیرم. که خب تابستون اولش با سیتی آف ونکوور کار کردم، خیلی تجربه خیلی خوبی بود، با آفیس های مختلفی داره شهرداری، با آفیس ساستینبیلیتی که روی یه سری پروژه‌های ساختمانی و طراحی شهری و پلنینگ کار میکردن. بعد از اون تابستون بعدش با یه شرکت دیگه معماری به اسم کیمیا آرکیتکس کار کردم که اونا بیشتر با ریکس مدرسه و فضای آموزشی میساختن، که خب تجربه خیلی متفاوتی هستش این دو محیط کاری، محیط شهرداری و نوع کارش و همینطور کار توی دفاتر مشاوره معماری. بعد از اون، بعد از فارغ التحصیلی شروع کردم به درخواست کار برای کار فول تایم، میخواد اینکه شما مادامی که دانشجو هستید خب نمیتونید فول تایم کار کنید، باید پارت تایم کار کنید خارج از کمپس. و خب حالا راجع به اون تجربه، تجربه حالا هم اپلای کردن، اینترویو گرفتن و اینترویو رفتن بیشتر با تو صحبت میکنم. و در نهایت چند سال اخیر با شرکت چرن اف تامسون آرکیتکس که بیشتر روی فضاهای آموزشی، تحقیقاتی، ریسرچ فسیلیتیز و لابراتوارهای برای شیمی، فیزیک، بیولوژی یا بایوتک، همینطور فضاهایی که توی دانشگاه هست مثل ما به دانشگاه یو بی سی، اس اف یو، یونیورسیتی آف واشنگتن، این دانشگاه کار میکنیم و همینطور فضای درمانی مثل کلینیک یا بخشی از هاسپیتال، بیمارستان. کلاً یه مقداری تخصصی هست این مدل کار. قبل از اون من توی با یه شرکت کوچیک اسمال سایز کار میکردم که بیشتر پروژه ها مسکونی بود، ساخت و یعنی طراحی بیشتر برجای مسکونی یا ویلایی یا تجاری و اداری، که خب یه مقداری متفاوت از کارش و خب یه خود مثلا روتین تره و چالشش کم تره از حالا پروژه هایی که با سی تی ای انجام.
در ایران هم من بعد از اینکه درسم تموم شد امتحان نظام مهندسی دادم، اونجا رجیستر آرکیتکت به عنوان طراح ناظر کار کردم یه مقداری که خب کاملا تجربه متفاوتیه. خب تفاوت داشتن در لول های مختلفی هست. حالا یه تفاوت حرفه ایشو که بگم اینه که اینجا دفاتر معماری پرایم کانسالتنت هستن، یعنی مشاور ارشد. تو ایران خب اینطوری نبود، فکر میکنم عمران بودش. اینجا خب دفتر معماری به طور خلاصه کارش و سرویسی که میده این هستش که یه نفر وقتی پروژه داره در زمینه ساخت و ساز، تقریبا همه پروژه ها به احتیاج داره که آرشیتکت هایر بکنه، و اون دفتر معماری و اون مشاور معماری و آرشیتکت هست که بعد از اینکه پروژه رو گرفت با کارفرما بر اساس نیاز پروژه، بقیه دیسیپلین ها و بقیه مهندسی ها رو مثل الکتریکال، مکانیکال، استرکچورال، ساز الکتریک، ساز برق و مکانیک، یا حتی کود کانسالتن و بقیه مشاوره رو باشون صحبت میکنه و هایر میکنه که روی اون پروژه کار بکنه. و خب این در کل این فازهای ساخت، طراحی تا پایان ساخت، این مدوق مشاور ارشد باید این مشاوره رو بده، مشکلات رو حل کنه، بین تیم ها کوردینیشن انجام بده، و در واقع خب اون طبق اون قراردادی که داره تا اون و طبق ترمای اون قراردادش مسئول پروژه است. این حالا خلاصه این نوع کار آرکیتکتور فیلم در اینجا. در حالا ادامه صحبتمون راجع به در واقع مسیر حرفه‌ای معماری توی استان بی سی میخوایم صحبت بکنیم بیشتر، و مسیر اینه که چطوری میتونید یعنی چطوری باید لایسنس آرکیتکت شد، امتحان ها چه صورتی هست، و اینا رو اصلا به صورت خیلی خلاصه چون من حدس میزنم که خب خودتون میدونید و اکثرش هم خب آنلاین توی وبسایتش هست. بعد از اون یه مقداری راجع به مثلا سی وی و پورتفولیو و اینکه حالا شما اینکه حالا یه نفر توی شرکت معماری بخواد کار بکنه چه اسکیل ستی باید داشته باشه، مهارتی باید داشته باشه، و حالا چه چیزهایی هست که اگه اینا رو داشته باشه و اینا رو اینطوری بتونه پرزنت بکنه، خب حتما موفق تر تو گرفتن کار و تو گرفتن اینترویو در واقع. و بعد از اینترویو من حالا توی راجع به اینترویو یه سری صحبت میکنیم که یه ریزه کاری هایی داری که خب ممکنه از اولیکی بیاد ولی خب خیلی مهمه، و اینکه حالا چه فرصت هایی هست و چه چالش هایی هست توی مسیر کاریابی. کریر پس توی معماری توی استان بی سی در کل در کانادا بسته به این که شما تو کدوم استان هستین، هر استانی برای خودش اسوسییشن خودش داره، مثل همون نظام مهندسی که هر شهری هر استانی داشت، و شما باید به سایت اون اسوسییشن مراجعه بکنید و تقریبا تمام مطالب، کورس ها، اینکه چطوری باید درخواست بدین و از کجا باید شروع کنین، همه اینا A to Zش رو اونجا میذارن. همینطور لینک هایی هستش که به شما کمک میکنه اگر که میخواین مسیر رجیستر شدن، یعنی گرفتن لایسنس معماری رو طی بکنید باید چی کار بکنید. این نکته من اینجا بگم، اگر که شما دانشجو رشته معماری توی کانادا هستین و اون پروگرامی که دارید میخونید توی کانادا accredited هست، که اینو دقیقا توی تعریف دیسکریپشن اون پروگرام می نویسن که این accredited هست یا نه، این خیلی فرق میکنه. اگر که از این رشته ها فارغ التحصیل شدین یا دانشجو هستین و accredited هست، بعد از اون شما درخواست میدین برای intern architect که اینجا توی این اسکرین شات نشون دادم که کجا هست،
برای همین قضیه رجیستریشن توی وبسایت AIVC شما درخواست میدیم و اینترن آرکیتکت میشیم و از اون به بعد وارد مسیر رجیستریشن میشیم، به این صورت که یه سکوت 2800 ساعت سواد کاریتون رو در کتگوری مختلف باید وارد بکنید که اون هم همین تمام این لینک ها توی همین وبسایت AIVC هست و بعد از اون برای امتحان رو ثبت نام بکنیم. امتحان هستش اگزکت که امتحان کانادا واید هست، استانی نیست، همه استان ها همزمان باید امتحان رو مثل کنکور میمونه، خیلی سخت و ترسناکه. امتحان رو که دادین یه امتحان بعدش یه امتحان اورال هست که در واقع یه جمعی میان و شما بعد مثلا یکی از پروژه که کامل انجام بدین و یه چالش داشتین و پرزنت کنین، سوال میکنن اینا، و بعد از پاس شدن همه این هفتگانه رستم و درخواست میدیم برای اینکه لایسنس بگیرید و بعد در نهایت لایسنس رو میگیرید. اگر که شما از دانشگاه کانادایی که اون پروگرامش اکردیت نیست فارغ التحصیل شدین، یا اینکه اصلا خارج از کانادا درس میدین مثل خیلی از ماها که با همون مدارک لیسانس و فوق لیسانس ایران میتونیم اینجا کار بکنیم، اون یک کم مسیرش متفاوته به این شکل که شما باید مدارکتون رو بفرستین برای یه سازمانی در اتاوا به اسم CACB Canadian Architectural Certification Board که در واقع مدارک شما رو ارزیابی میکنه و سرتیفای میکنه که ارزیابی میکنه که شما کورسایی که پاس کردین و مدرکی که گرفتین حالا از اون کشور مبدأ معادل هست با استانداردی که بتونید به عنوان اینترن آرکیتکت شروع به کار بکنید. برای تا اینجای داستانم شما نیازی ندارید سر کار باشید، نباشید، شما میتونید این ارزیابی مدرکتون رو انجام بدین، یه کار اداری پیپر ورک که زمان برم هست البته، و بعد از اون درخواست رو میدین، اون سرتیفیکیتی که به شما دادن و گرفتین از این هم داره، اون رو میفرستیم دوباره برای AIVC اگر رسان BC هستیم و میشید اینترن آرکیتکت رو شروع میکنید ساعتاتون رو لاگین کردن. وبسایت CACB و همینطور وبسایت اون امتحان هم گذاشتم، حالا شما هر جای این مسیر که هستین این سه تا مبدأ کلیدی رو در واقع همه اون چیزی هست که باید بدونید اونجا هست و طبق این معیار رو باید مثلا آپدیت باشیم توی کریر پس. خب این خلاصه ای بود از این در واقع هفتگانه رستم تایتل معماری گرفتن اینجا معمار. بعد از اون حالا راجع به این قضیه که موقع درخواست کار دادن چه مدارکی لازم هست، فکر کنم البته خب ما همگی میدونیم سی وی هست، پورتفولیو که خب توی رشته خیلی مهمه. راجع به سی وی رزومه خب باید استاندارد کانادایی داشته باشه، اونو خب میتونید ببینید آنلاین و من خیلی توصیه میکنم اگر که به دانشجو هستین از دانشگاهتون وقت بگیرین استودنت سرویسز این ریویو رو براتون انجام میده و خیلی هم کمک میکنه، خیلی خوبه، من خودم این کار رو انجام دادم چون سی وی که حالا از ایران نوشته بودم خیلی متفاوت بود با اون چیزی که اینجا باعث میشه کردم کار بگیره. همینطور شنیدم مثلا دوستانی که BCIT کورس گرفتم یا مرکز آموزشی دیگه یه وقت گرفتن آنلاین و رفتن و این نفر براشون ریویو کرده و کمک کرده و بعد از اون موفق شدن که خب اینجا ریویو بگیرن. چیزی که حالا تجربه شخصی و اون چیزی که من دیدم الان در واقع کسایی که جدیدن هایر شدن اینترویو اومدن مثلا سی بی ای که جدیدن دیدم بهتر هست که مثلا اسکیل ستتون رو اول نشون بدین، بعد ورک اکسپریانس گذاشته بشه، بعد ادویکیشنال بک‌گراند مثلا لیسانس کجا بودین، فوق لیسانس کجا بودین یا هر چی، بعدا مثلا سرتیفیکیتی اگر داریم مثلا این اوردر هست که خیلی خانه برای اون مدیری که داره میخواد استخدام بکنه برای تیمش،
خیلی خانه، یعنی سریع خیلی میتونه کلیدی ببینه در عرض همون 2 دقیقه که وقت میذاره برای هر فایلی، متوجه بشه که خب اینا اسکیلای شما هست و خیلی روشن کلیر نوشته شده. یه توصیه کوچیکم اینه که اسمتون خیلی واضح این بالا بنویسین. من میدونم که خب ما معمارا دوست داریم که مثلا حالا کار خلاقی انجام بدیم، دیزاین کنیم، خیلی هم خوبه، ولی خب توی سی وی سعی بکنید خیلی روشن و خیلی استاندارد سی ویتون رو بنویسید. اون قسمت یعنی مثلا فونت رو نچرخونین، خیلی براتون معیار اول این باشه که این خیلی خانه و اون معمار خیلی خیلی سرشلوغی که حالا اون روز بیست رزومه گذاشتن جلوش بتونه در عرض مثلا 2 دقیقه تا داره اینا رو ورق میزنه اون سی وی چشمش رو بگیره و بتونه سریع آنالیز بکنه که خب اینا بیان اینترویو. بعد از اون پورتفولیو هست که خب خیلی مهمه برای اینکه شما بتونید من که ما بتونیم نشون بدیم که چه کارهایی ما انجام دادیم، حالا چه در محیط دانشگاه کاری دانشجویی، چه کاری از دانشگاه، چه کارهای ذوقی، مثلا عکاسی میکنیم، کار فشن میکنیم، نقاشی میکشیم، مثلا نشون بدیم که شما از نظر هنری آدم باذوقی هستیم و کلا اون خلاقیت و قدرت ایلاستریشن و نرم افزاری و باحالیتون رو توی اون پورتفولیو میتونه خیلی خوب نشون بدید. بسیار بسیار این مدرک مهمی هست. یه توصیه هم این که وقتی که خواستید برید برای اینترویو حتما پورتفولیو رو پرینت کنید، یه پرینت خوب. مثلا اگه میدید سایز مثلا حالا آرچار کوچیکه 1170 بزرگتر پرینت بگیریم، مطمئن باشین که خیلی همه چی خاناست و راحت دیده بشه و 100% هم کارهای خودتون بزنین، یا اگر که کاری دارید میذارید که بخشش توش بودین اون خیلی کلیر نشون بدید که فقط مثلا شما توی این بخشش کار شماست. این خیلی مهمه چون بعدا ازتون میپرسم. یه منبعی هم که برای جاب سرچ من میخواستم که یادآوری بکنم، حالا غیر از لینکدین و ایندید و اینا که خب هم میدونی، توی همون وبسایت AIVC یه پیجی هست AIVC Classified، اگه بزنید AIVC Classified میاد که خودش جاب هایی که میاد روزانه یا هفتگی رو میاد توش پست میکنه. اگر الان دنبال کار هستین هر روز اینو چک کنید. یه حسنی که داره اینه که یعنی سی کلاسیفاید فقط جاب هایی رو پست میکنه که دفاتر لایسنس معماری ازش درخواست میکنن و اون پیج میذارن. مثلا حالا دفاتر دیگه هستن ممکن لایسنس نباشن، یا مثلا حالا زمینه کاریشون که متفاوت باشه، فقط رنوویشن انجام میدن یا هرچی، در واقع سرتیفاید نیستن با توی این سازمان، توی این اسوسییشن نمیتونن کارشون رو بزنن. بنابراین شما این کارهایی که میگیریم میدونین که کاملا حرفه‌ای هست و فیلتر شده، اونو چک کنید روزانه. مثلا آفیس ما همیشه اونجا پست میکنه. یه نکته دیگه هم هست توی کاریابی که توی همه کارا هست، چه معماری چه غیره، این قضیه ساختن شبکه و نتورکینگ خیلی خیلی مهمه. اگر کسی شما رو بشناسه و بتونه شما رو معرفی بکنه، مسلما اون هایری منیجر خب خوشحال میشه که نفر که توصیه میشه و توصیه خوبی ازش میشه اون رو دعوت بکنه، مثلا اون رو به تیمش دعوت بکنه تا اینکه خودش بخواد وقت بذاره. این خیلی وقتی رو انرژی بره که بخواد مثلا این نیروی پیدا بکنه. بعد از اون همه اینا یعنی سی وی و پورتفولیو باعث میشه که ما اینترویو بگیریم، باعث نمیشه که ما کار رو بگیریم. اون بعد از اون مرحله هست که شما میرید اینترویو و اون در واقع شخصیت و اون کوالیتی که بهش میگن لایکابیلیتی، این بیشتر توی اینترویو اون سنجیده میشه و اون برگه برنده هست که در واقع شما دوستان کار رو میگیرن. این رو من حالا غیر از اینکه شنیده بودم به عینم توی این چند ساله دیدم، خیلی کسایی پوزیشن گرفتن که روی رزومه
مثلا حالا تحصیلات توی کانادا نداشتن در مقایسه با بقیه اپلیکنت ها، یا اصلا تازه اومده بودن کانادا، هنوز اصلا زبان انگلیسیشون یه خورده کار داشت، ولی کار رو گرفتن به خاطر اینکه مثلا در چون اینترویو و اون مصاحبه ای که مصاحبه کننده باهاشون داره، اون منیجرها و پارتنرها، این حس رو در مدیر ایجاد کرده بود که این آدم بسیار همتیمی خوبی میشه، آدم خیلی مثبتیه، مشتاق یادگیریه، مثلا وبسایت ما رو دیده، حالا به غیر از اینکه حالا خلاقه و مثلا کد و روی تونه بلده، چون هر کسی دانشکده معماری رفته باشه یا برای جاب معماری میخواد اپلای بکنه، همه خوب آتودسک رو بلدن، این اسکیل ست رو دارن. اگر بلدین مخصوصا رویت رو حتما وقت بذارید یاد بگیرید، خیلی کمک میکنه و خیلی نیازه، بسیار نرم افزار خوبی. ولی اون چیزی که باعث میشه که شما حتی اگه همه اون لیست ریکوایرمنت های اون کاری که آنلاین پست شده رو نداشته باشین ولی کار رو بگیرین، این هست که اون انرژی خوبیه که شما میبرید توی اون اینترویو. خیلی زمانش هم محدوده، 10 دقیقه یه ربع، این باعث میشه که خب اون مدیر فکر بکنه که خب این کاملا این آدم با این شخصیت مش خیلی خوبیه با تیم و کل مثلا 5 نفر 60 نفر که اینجا دارن کار میکنن، حالا ولو که یکی از این اسکیلا رو نداره یا مثلا یه نرم افزاری رو کمتر بلده، مثلا 20 نرم افزارش مثلا حالا توش ادوبی نیست، اشکال نداره، یادش میدیم یا یاد میگیره تو تیم که باشه، تیم پلیر خوبی باشه یاد میگیره، یه ماه 2 ماه 3 ماه یاد میگیره. ولی اگه از اون طرف مثلا به قول اینجا یا مثلا اتیتود خاصی داشته باشه یا نه مثلا خیلی به خاطر حالا مهارت خیلی زیاد و تجربه زیادی که داره مثلا این حس رو ایجاد بکنه که غرور داره و خب خیلی به قولن open to learn نیست، مشتاق اینکه خودش رو درگیر بکنه در پروژه ها و یاد بگیره و چیز، این حس رو اگر ایجاد بکنه اون برای منیجر و برای کسی که داره مصاحبه میکنه خیلی نشونه خوبی نیستش. این من دوست داشتم که راجع به این، حالا اگر که سوالی هم داشتیم میشتم تیم صحبت بکنم، ولی soft skills و communication skills اون چیزی هست که در واقع توی اینترویو سنجیده میشه. وقتی که یه نفر اینترویو دعوت میشه در واقع 80% میدونن که میخوان بگیرنش، یعنی 80% راه رفته و اون 20% 15% فقط برای اینی که ببینن که مثلا خوب میتونه انگلیسی خوب میتونه روشن صحبت کنه. لهجه داشتن اصلا مهم نیست، ولی خب درست صحبت کردن، کلمات مربوط کاری مثلا وکب تخصصی به کار بردن، این مهمتره. نوع سوال جوابایی که توی مصاحبه داره بسیار مهمه. از اون طرف هم همینطور، یعنی برای کسی هم که داره اپلای میکنه، برای اون متقاضی هم فرصت خیلی خوبی هست که ببینه که آیا دوست داره با این مدیر کار بکنه، چون یه چیز دو طرف از شما یه چیزی بوده 40 سال 50 سال در هفته قرار با هم وقت بگذرونیم، حتی خیلی وقتا ما انقدر که با هم دیگه وقت میگذاریم، وقت خوب روزمون رو میگذرونیم، با خانواده‌مون انقدر نمیرسیم وقت بذاریم، و واسه همین کاملا قابل درکه که خیلی مهم باشه دو طرفه. شما هم میتونید این ارزیابی رو داشته باشید و ببینید که آیا مثلا این مدل رفتاری یا صحبت ها اینا اصلا اون انرژی اون فضا اون چیزی هست که شما میخواید طولانی مدت درش باشین کار بکنید و رشد بکنید یا نه. کلا این ذهنیت رشد داشتن خب توی این مسیر خیلی مهمه، چون ما باید بپذیریم که دائم در حال یاد گرفتنیم، اصلا فرق نمیکنه توی چه لولی. این یه چیزی بود که حالا من توی اون تجربه های اینترویو هم که داشتم
خودم شخصا خیلی تجربه کردم و حتی تو فیدبک هایی که گرفتم اینو مستقیما شنیدم که برای من خیلی جالب بود که مثلا عنوان میکردن که ما خوشم اومد، فکر میکنیم که این شخص خیلی دوست داشتنیه و ما میخوایم که تو تیممون باشه. حالا بقیه همونطور که گفتم مهارتی هم علی کم و زیاد داره اب نداره، مثلا یادش میدیم یاد میدیم، میخواستم بدونید که این حالا ممکنه بعدی به نظر بیاد ولی بسیار مهمه. همینطور یه چیز خیلی کوچیک دیگه، از یه جایی به بعد من یادمه که شرکت ما توی دعوت نامه به دعوت به مصاحبهش گذاشتش که خیلی این حالت خنده داره های که لطفا مثلا اطراف بالا نزنید. ما مثلا خودمون میدونیم که حالا تو فرهنگ ما این پرستیجه که آدم عطر بزنه اوتو میزنه، مخصوصا یه جایی که داره میره رسمیه مهمه بخشی از حال استایلش هرچی، ولی این چیزایی ریس این هم بازی چیزی بود که من به ذهنم رسید که بازون در میون بذارم که حالا بعضی جا نمی نویسن، بعضی جا اینجا که بعضی جایی به بعد شروع کردن نوشتن توی اون ایمیل که لطفا نظرین، چون اون بعضی هستن که حساسیت دارن، حساسیت شدید میدن، یا حتی اصلا اون منیجر پارتنر مثلا 70 سالشه و خب اذیت میشه اگر بخواد 10 نفر 15 نفر ببینه و بوی اطروت کنن مختلف، مسلما اذیتش میکنه. حالا باز اگر که نکات دیگه هم هست ولی اگه توی سوالا هم بهش برخوردیم بیشتر میتونیم راجبش حرف بزنیم. راجب فرصت ها و تهدید ها یا چلنج های جاب مارکت، چیزی که به نظر من میرسه خب صنعت ساخت و ساز با اقتصاد خیلی بالا و پایین میشه. وقتی که اقتصاد خوب باشه ساخت و ساز هم خوبه. چیزی که هست اینه که الان وضعیت ساخت و ساز خیلی خوبه، اگه حالا شما اینجا باشین میبینین که هر طرفی که میبینین دارن میسازن و فرصت ها زیاده. حالا حتی خارج از فرصت شرکت مشاوره معماری که ما الان بیشتر متمرکز روی اون بودیم، برای تدریس توی کالج، برای کار فریلنس، برای اینکه شما خودتون مثلا یک بیزنس کوچیکی داشته باشین، مثل حالا رمانویشی مشتری دیگه، اینها همه فرصت های خوبیه. یعنی حالا اگر که سخت بود اینترویو نگرفتین یا هرچی، اصلا حس بدی نگیرین، ناامید نشین، خیلی متنوع میشه توی این زمینه کار کرد و چیزی که من میبینم بیشتر الان فرصت هست تا تهدید. من یه چند تا سوال ازتون بپرسم. حالا در مورد اون تهدید و فرصت ها که باز بیشتر دوستان سوال بپرسن، فکر کنم بچه‌ها بپرسن سوالاشون رو خیلی بهتره. من در مورد اون قضای ابتدایی، آیا این درسته که بگیم که توی پروژه هایی که توی ایران برگزار میشد و پروژه ساختمونی مهندسین عمران مدیر پروژه بودم و توی کانادا این مسئولیت به عهده آرکیتکت است و آرکیتکت را لید میکنن کل پروژه رو؟ من فکر میکنم غالبا همینطوره، بستگی داره. نه یه سری پروژه ها هست که نه کاملا تخصص عمران و سازه هست و نیازی به اینکه آرشیتکت پرمیتی بگیره و سرویسی داشته باشه نداره، مثلا پل سازی، مثل سوله، مثل پل، مثل این استراکچر. بله بله خب اوکی. حالا توی موضوع دیگه من میخوام ببینم، خب بچه های معماری اگر که قراره لیدرشپ اسکیل داشته باشن و احتمالا لنگویجی که ازشون توی اینترویو ها سوال میشه به سمت مدیریت پروژه باشه، چون انگار لیدرشپ اسکیل و اون کامیونیکیشن اسکیل خیلی مهمه و اون لنگویج مدیریتی پروژه رو اونا باید ببرن جلو، آیا آموزش مدیریت پروژه برای این بچه ها، یعنی دوستانی که تالا تو حوزه معماری هستن، رو شما پیشنهاد میکنید؟ یا مثلا بیشتر رو قسمت های تکنیکال باید بیان، چون انگار من هی فکر میکنم کانورسیشن اسکیلاشون شاید بالاتر بره بیشتر بتونن موفق باشن توی اینترویو. نظر شما چیه؟ 100%، خیلی خیلی این به جنبه های مختلف تو لیول های مختلف کمک میکنه، چون بخش خیلی زیادی از پروژه، در واقع طراحی بخش کوچیکی از بخش خیلی زیادی از پروژه، اینه که شما بتونید زمان و بودجه و تیم و میتینگ ها اینا رو شما مدیریت بکنید و
مدیریت پروژه یه به اصطلاح یه عدد ولیو که خب در ادامه کار در حتی مثلا بالا بردن سطح کار در رشد حالا اون ویژگی ها حتی سافت اسکیل هم کمک میکنه. آره من قطعا توصیه میکنم، خیلی خوبه، میشه با تجربه به دستش آورد. میشم که خب من کورسای پی ام پی رو گرفت و که خب خیلی علمی این ابزار رو اضافه کرد. بخش خیلی زیادی این در واقع کامیونیکیشن اسکیل و لیدرشپ ابیلیتی چیزی هستش که قابل رشده. آموزش داد روش تمرکز کرد و یه چیزی هم هستش که به مرور من فکر میکنم اگر کسی بخواد مثلا تو کارش حالا پیشرفت بکنه، لولای بالاتر بره یا اصلا آفیس خودش رو از یه جایی باید باز بکنه، مهارتی هست و دانشی هست و مهارتی هستش که واقعا لازم. بسیار خوب. خانم کیمیا پرسیدن در مورد کسانی که در کالج معماری تکنسین معماری خوندن، هم اگر امکانش هست اینجا هست صحبت. من فکر میکنم برای اونا اون کارهایی که آرکیتکچر تکنولوژیست هست که خب در افرادم خیلی بهشون نیاز دارن، حجم زیادی از کارها رو انجام میدن، من فکر کنم اون تایتل رو میتونن استفاده بکنن و برای اونجور کارا درخواست بدن. اما باز هم بستگی داره که چه رشته ای و حالا کدوم کالج. از آن دیاره سوالشو خیلی کلی بود. من فکر کردم مثلا میخوان در مورد این سوال بپرسن، حالا یه جور دیگه. من معماری خوندم، لیسانس معماری خوندم ایران، بعد اومدم اینجا. ببینم با یه لیسانس معماری میشه اپلای کرد برای اینترن شدن؟ اگر 5 سال باشه و اون کورس کلندر معیاره در واقع اون ریکوایرمنت کورس کلندر رو داشته باشه که استانداردی هست که همون اداره توی اتاق تعیین میکنه، بله. خب اوکی. معمولا لیسانس هایی که بالای 4 سال و نیم هست، چون اونا اعتقاد دارن که لیسانس 4 ساله آدم رو معمار نمیکنه، بعد مثلا بیشتر از این هم فوق شما درس خونده باشی، که خب من فکر کنم ایران تا تموم کنی میشه 5 سال. بسیار خوب. حالا اگر که من مثلا اون لیسانس رو لیسانسم 4 ساله باشه، برم یه تکنسیان معماری بخونم، قبول واحداش حساب میشه یا باید حتما دانشگاه برم واحد دانشگاهی بهم میدم؟ چون تو مهندسی تکنیکال اگزم میدم، اینجا چی میدم؟ من مطمئن نیستم، ولی خیلی راحت میتونن به CACB از زنگ بزنن یا ایمیلی که توی وبسایتش که معرفی کردم از پس بشون. CACB که این قسمت رو کنترل میکنه. CACB که اون تصمیم میگیره، تعیین میکنه طبق چک لیستش که میشه یا نمیشه، و خیلی راحت شما ایمیل بزنید بگید این الان مثلا این رشته ای که من توی این کالج میخوام برم، اینم بک‌گراند منه، میتونید ترجمه لیسانستون هم بذارین با همون کورس ها، بهتون جواب میدن مثلا حالا اینو قبول میکنن یا نه، اصلا ندید اون اینوست نکنید روی اون حالا کالج. بسیار خوب. خانم بعدی، اینجا بی آی ام چقدر استفاده میشه؟ بیم میگم مثل که بیم بیم بله. خیلی استفاده میشه، مخصوصا تو پروژه های که نیو دیزاین هستن، نیو بیلدینگ، حالا تننت ایمپروومنت یا مثلا رنوویشن ها، تغییر کاربری ها کمتر، ولی پروژه هایی که جدید هستن، اینیشن از در واقع زمین خالی شروع میکنی یا فقط استراکچر شروع میکنی، خیلی مخصوصا وقتی که چند تا مهندسی دارن همزمان روش کار میکنن، بیم این فرصت رو میده که چند تا تیم همزمان روی فایل کار بکنن، مثلا مکانیکال و الکتریکال و ما معمارا. اگر بیم نباشه این پروژه واقعا واقعا سخت میشه، چون هر چیزی هر تغییری حالا تا بیه اینو کوردینیت کنی توی ترسیمات، مثلا حالا دستی بخوای وارد کنی توی ترسیمات معماری، بعد بفرستی، بعد اونا تو تبعت، حالا نمیدونی که مثلا اون جاهایی که دیسکرپنسی داره اینا با هم مثلا حالا داکته داره رد میشه تو ستونه. مثلا اگه چیز یکی از چیزایی که بیم خیلی راحت به این قضیه کمک میکنه اینه که سریع این دیسکرپنسی ها رو هایلایت میکنه که خب ممکنه از چشم معمار در بره، و خب ما هستیم که باید چک بکنیم که این سوتی ها نباشه بکنیم. بسیار خوب. گفتم بدون داشتن مسترز هم میشه اینترن آرکیتکت شد؟ واسه کنم این همون سال قبلی، اگه لیسانس
بیشتر از 4 سال باشه و توی همون CACB اگه توی وبسایتش برن یه جایی زده که کورس کلندر اینونتوری هیستوری همچی چیزی، یعنی اون یه سری از دانشگاه ایران هست، خب چون خیلی اپلای شده، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شیراز، یه سری باز بکنن شاید الان بیشتر هم شده باشه که دارن کورس کلندر اون دانشگاه رو. شما میرید میگید که این کورس کلندر منه، اون سال تو اون سال من درس کنم. اگر میبینید که اونجا هست یعنی دارن و میشناسن و قبلا براشون مدارک مشابه اومده و شما دیگه مشکل ندارید، میتونید درخواست. اوکی، بسیار خوب. بیشتر دوستان دارن در مورد فرصت های شغلی صحبت میکنن، میگن لطفا در مورد فرصت هایی که در موردشون صحبت کردید که اگه نتونستین اینترویو بگیریم به عنوان کارمند وارد سیستم کاری بشیم، چه فرصت های کاری دیگه ای وجود داره، اونا رو بگیم. وبسایت هایی هست که میتونید ازشون به عنوان فریلنسر کار بگیرید، مثل چی؟ میتونید گوگل کنید، نمیدونم راستش من به عنوان فریلنس کار نکردم. ولی دیدی احتمالا همکاراتون خیلی ها این کار رو منظورتون این بوده که درسته، آره یعنی میشناسن فرصت های کسی، دیگه. آره میشناسن کسی که فریلنس کار میکنن، که خب این خیلی خوبه چون شما وقت آزاد خودتون رو دارین، میتونید از مثلا شرکت های دیگه که خب حالا سرشون خیلی شلوغه، ممکنه که حالا نتونن کسی فول تایم، ولی خب نتونن کسی رو فول تایم اضافه کنن به تیم، باشون تماس بگیریم و به صورت کانترکتی ازشون پروژه بگیریم، مثلا حالا یه دیزاین دیولپمنت رو براشون انجام بدیم. یعنی الان مثلا من به شرکت شما زنگ بزنم بگم که من یه آرکیتکتم تازه از ایران اومدم، میگم باشه بیا پس یه چیز بکن، یعنی اون ریالستیک هست چیزی میپرسن، این واقعی باشه دیگه. بعضی چجوری از چجوری کاتیک بدم بهمون میدن؟ بعضی از شرکت ها این کار میکنه. شرکت ما که این کار نمیکنه، آوتسورس نمیکنه، با همون تیم که مثلا هست همون 5 تا 6 نفر معمولا انجام میده، ولی من دیدم اون شرکت کوچیکی که قبلا کار میکردم براش مثلا سود بیشتری داشت که پروژه بیس برای یه مدت کوتاهی پروژه رو بده یه نفر و بعد ترسیمات ازش تحویل بگیره و پولش رو بده، تا اینکه بخواد فول تایم اونو استخدام بکنه و بحث بیمه و حالا میز و سیستم و اینا داشته باشه. بنابراین من فکر کنم تو اسمال سایز آفیس ها انجام بدن. من حالا دوستانی دارم حالا به خاطر اینکه بچه دارن یا هرچی نمیخوان فول تایم کار کنن، میخوان پارت تایم کار بکنن، به صورت کانترکتی کار میکنن. غیر از اونم خب میتونید خودتون اگه میتونید خودتون توی یه بخشی از این بیزینسی باز بکنید، شرکت کوچیکی بزنید و مثلا یه سرویس بدید، مثلا یه چیزی که اینجا هست خب رنوویشن خیلی زیاده، تقاضا براش خیلی زیاده و نیرو کمه، شما میتونید وارد اون زمینه بشید. یا تدریس، کالج های خیلی زیادی هستن که خب اصلا خب واقعا کانادا خب بحث آموزشش خیلی متنوع و زیاده و این هم اینترنشنال استودنت داره و کالج ها اگر توی تدریس خوب هستین، زبان خوبی دارین، تحصیلات خوبی دارین، علاقه دارین به تدریس، میتونید درخواست بدین. کسایی هستن که کالج درس دادن اصلا دیگه کار دیزاین نمی، بله بسیار خوب. کسی که معماری تو ایران خونه و اتوکد و طراحی معماری رو با سابقه زیاد تو ایران داره، اینجا هم چند پروژه شخصی رو طراحی کرده، با چه عنوانی میتونه درخواست کار بده؟ آیا بلد بودن رویت مهمه یا مهارت و اتوکد میتونه مفید باشه؟ بکنم اون نرم افزار رو که گفتید، ولی گفتم چند پروژه شخصی انجام داده، با چه عنوانی میتونه درخواست بده؟ منظور بذار من یه دور اینجا بگم، من مثلا سالها اینجا کار کردم ولی عنوان آرکیتکت رو نگرفتم، من رو بالاخره یه آدم سینیورم، چندین سال اینجا کار کردم، لایسنس هم رو نگرفتم، با چه عنوانی کاری مثلا میتونم خودم معرفی بکنم؟ میشه architectural designer، project architecture design. designer، مثلا senior architecture design. technologist. آره ما الان داریم توی آفیس مثلا senior technologist هستن، خیلی هم یعنی بخش زیادی از کارا رو اونا هندل میکنن بخاطر اینکه تجربه خوبی دارن و اصلا زیادم برشون مهم نیست که حالا لایسنس دارن یا ندارن، پوزیشن های خوبی دارن، کارشون خوبه و لول خوبی هستن دارن کار میکنن.
گفتن که ممنون برای اطلاعات خوبتون خانم سر. من سوال داشتم در مورد بیزنس شخصی در حوزه معماری. با توجه به تجربه شما، نیاز بازار در حوزه سرویس معماری شامل چه چیزهایی میشه؟ مثلا خدمات معماری در رنوویشن، سه‌بعدی یا غیره؟ کم و بیش همش هست. راستش من تو اون زمینه ها کار نمی کنم، زیاد نمیتونم نظر بدم، ولی خب کم و بیش همش هست. اما این یه چیزی من بهتون بگم، این خورده با ایران فرق داره. مثلا ایران من یادمه که خیلی اون سبودی و رندر و اینا خیلی مهم بود، و یه سری بودن که فقط مثلا رندر کار میکردن و کار سبودی میکردن. اینجا خیلی مهم نیست، یعنی معمولا وقتی که طراحی سعی خیلی مهم تره، و وقتی طراحی انجام میشه با همین رویت، خروجی که از رویت میگیره یا اسکچ اولین میان، سبوتی رو تو خود شرکت بچه ها مثلا روش کار میکنن، یا مثلا هم تیم اون سلیقه‌ای که داره همون رو پرزنت میکنن و کار جلو میره. ایران اینطوری نبود، مثلا خیلی براشون مهم بود که اصلا بیلبورد سایز رندر مثلا خیلی آنچنانی باشه و هزینه میکردن این زمینه. شاید باشن یک سری، اونم باز میتونید بگردید گوگل پیدا کنید، شاید شرکتی باشن که فقط پرزنتیشن کار بکنن، مخصوصا برای دیولوپرها، مثلا برج هایی که میخوان پیش فروش داشته باشن و میخوان خب قبل از اینکه سبودی و طراحی داخلی و بیرون و محوطه اینا رو با کیفیت خیلی عالی، رندر و رزولوشن خیلی عالی پرزنت بکنن که بتونن پیش فروش داشته باشن. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که اون دیولوپرها، نه آرکیتکچر فیلم، فرق میکنه، اصلا تعریفش و رگولیشنش فرق میکنه. اون توی اون دیولوپرها، با اون دیولوپرها شانس دارن. بسیار خوب. گفتم ممنون میشم اسم وبسایتی که در مورد آگهی های شغلی مرتبط نام بردید در چت بنویسید، فکر کنم همون سایت AIB. اسوسییشن آر. من اینجا می نویسم برای همه گفتی که باید بنویسیم classified هست. یه جای دیگه هم که حالا من تو استاد نوشته بودم ولی فکر کنم راجعش حرف نزدم، کامیونیتی معماری ایرانی اینجا بود که خوشبختانه کامیونیتی خیلی خوبی داره. معماری ایرانی خیلی خوب اینجا هستن، از جمله آقای حسین امانت که اصلا درجه یک در معماری معاصر ایرانه و همینطور تو جامعه کانادایی هم همینطور شناخته شده و کاملا محترم و خیلی دوست داشتنی. این هم میزنم گروه تلگرام دارن که میتونید بهشون پیام بدین و جوین بشین، VPA. یه دور باید دعوتشون بکنیم، افتخار بدم بیاد اینجا برامون یه صحبت بکن، نام خوب میشه. آقای امانه، حالا هر کسی که تو دفترشون بتونه، اول یه دونه سینیور آرکیتکت بتونه بیاد صحبت. بله خیلی فکر خوبیه، فوق العاده هم فروتن هستم. من این شانس داشتم که دو سه بار رفتم دفترشون، سماشون میتینگ داشتم، فوق العاده برای من اصلا خیلی جالب، یعنی اصلا من شگفت زده شدم که چقدر فروتن که شما مثلا سمبل معماری معاصر ایران باشی در آمریکا و کانادا و حتی اسرائیل هم پروژه داشته باشی و شناخته شده باشی و اینقدر خاکی و فروتن. یعنی در حدی که مثلا من زمستون بود که جلسه داشتم با ایشون، وقتی که صحبتمون تموم شد پا شدم بیام، ایشون پالتوی منو گرفت که مثلا من پالتو بپوشم بیام. جنتلمن هم پس فوق‌العاده اصلا سمبل که من، که حالا جدا از اینکه صبح بزارا ساعت منم برم یه دور ازش خواهش بکنم ببینیم نتیجه چه چی میشه. اگر سلام. بتونم حتما این کار میکنم. من یادم زمانی که یو بی سی دانشجو بودیم هر بار ازشون دعوت میکردن میومدن پروژه شهریه برای ما توضیح دادن، هم فارسی هم انگلیسی، و چند وقت پیش هم که خب یو بی سی در بالاترین سطح ممکن از ایشون قدردانی کرد، فکرم تو اخبارم بودش که دعوت کرد، دکتر افتخاری داد، سخنرانی کرد، کاملا ریکوگنایز کردن و خب خیلی باعث افتخاره. واقعا معماری خیلی خوبی اینجا هستن و این VPA اگر که کانال تلگرامش رو شما عضو بشین خیلی همه کمک میکنن، معماری خیلی خیلی خوب هستن، مثلا بگین که دنبال کار میگردین یا مثلا رزومتونه و
اونجا منبع خیلی خوبیه، یه راهنمایی میذارن برای نتورکینگ خیلی خوبه. لینکشو برای ما هم بفرستید توی گروه. حالا من البته لینک چیزام گذاشتم، الکترون لینک هم AIBC رو گذاشتم. حالا اگه که تونستید چیز بکنید در اون بزنید. باشه. ببخشید من، چون باید سه سوال دیگه هستش، من با اجازه بده بغیر از دورکاری آیا آیتم دیگه هست؟ چطور میشه شرکت زد؟ مراحلش رو ممکن توضیح بدید؟ شرکت زدن رو که یه جلسه کامل من و آقای موسی علی خانی کامل توضیح دادیم که تمام شرکت ها رو چجوری میبرن جلو توی یوتیوب فناوران هست. ببخشید اینا یه ذره چیزه، ولی به غیر از دورکاری گفته آیا آیتم دیگری هست؟ اون شما جواب. آیتم دیگه برای اینکه از دور با کارفرمای کانادایی کار کنم. منظور چی؟ ایشون داشت در مورد فرصت هایی که گفته بود به عنوان کار. آها، یه سوالی بودش اولش پرسیدم که گفته بودیم که اگر که آرکیتکت نتونستید بشید اینترویو بگیرید، به عنوان کارمند وارد سیستم بشید، چه فرصت های کاری وجود داره؟ شما گفتید که برید به عنوان فریلنسر کار بکنید. دارم میگم به دورکاری نباشه، آیا مورد دیگه ای هم هست یا فقط هم دورکاری ها رو مثلا نه موضوعات والا من آنلاین چیز فکر نمی کنم چیزی هاشون؟ منظورم. خب نه آیا زمان خاصی برای اپلای وجود داره؟ مثلا زبان آموزارش که زمان خاصی میخوام زمان آها بعضی وقت خب خیلی مارکت داغه و اصلا خیلی، ولی حالا در کل اگر که اون روزی که میخواید بفرستین، اول سعی کنین تو تایم صبح بفرستین که اون ادمینی که در واقع این رزومه رو جمع میکنه و میبره پیش مدیر که هایر میکنه، خب اون 200 ایمیل میگیره دیگه. مثلا اگه رو پورتفولیو رزومتون کار کردین، یه شنبه بعد از اون نفرستین، چون ممکنه که دفع میشه زیر یه عالم ایمیل دیگه. مثلا دوشنبه صبح بفرستین. من خودم یادم این کار میکردم، مثلا آماده میکردم فایل اپلیکیشن هم کامل، کاور لتر همه رو آماده میکردم، ولی توی مثلا زمان صبح میفرستادم که شانس این که دیده بشه بره بالا. و اینم بهتون بگم واقعا شانس هم درگیره. و یه چیز دیگه هم این که یه نکته دیگه هم این که شما وقتی که یه برای یه کاری دارید درخواست میدین، اون جاب دیسکریپشن رو بخونید دقیق و یه رزومه و یه پورتفولیو برای همه جاوا نفرستید. هر باری که میخواین درخواست بدین، یه مقداری با توجه به این که اون کار کلمات کلیدیش چیه، دنبال چی میگرده و دنبال چه اسکیل ستی هست، این رزومه و پورتفولیو یه مقداری جابجا کنید. مثلا اگر اونا برای تیم هلث کیر میخوان، مثلا کار درمانی میخوان کار بکنن و شما کار درمانی انجام دادین، اون کار رو بیارید تو پورتفولیوتون بذارید اول، یعنی جا به جا بکنید اون کانتنت، اینو بیارید اول که اون اول چشمش بگیره که خب پس این تجربه مرتبط داره. مثلا من یه رزومه یه دوستی بود هفته پیش نگاه کردم، فوق العاده از نظر تحصیل و کار، اصلا تحصیل حالا ایران اروپا اینا، ولی تا مثلا رزومه نگاه کردم که مثلا تجربه های تدریسش رو اول زده. خب بلافاصله به ذهنم رسید و به ایشونم گفتم نه، اول تجربه های کاری، اگه میخوای یه آرکیتکتچر فرم شرکت معماری کار معماری بکنی، تجربه مستقیمه با اونو هایلایت بیار، اونو اول بذار، حالا اون تگ جا شد تجربه تدریس بذار، چون حالا خیلی اون براش مهم نیست که حالا شما مثلا تدریس کردی نکردی. و اینم که سعی کنید رزومتون رو توی یک صفحه خلاصه کنید. مدیرا و خب معمارا سرشون شلوغه، اید حوصله ندارم مثلا 4 صفحه رزومه ببینم. بسیار خوب. کلا معمارا سختن، همیشه شلوغه. بعد همیشه هم مینالن که پولم در نمیارم، نمیدونم اونش دیگه دستش چیه. یه سوال دیگه، دفترهای مهندسی یه شرایطی داره برای ایجادشون، دفترهای آرکیتکتی هم آیا مثلا نیاز هستش که حتما یه لایسنس آرکیتکت توش باشه؟ حتما بله. اوکی، پس دفترهای آرکیتکتی هم حتما یه لایسنس آرکیتکت. مال مهندسی رو میدونم یه PH باید بشه 2 سال این گود استندینگ کار بکنه، بعد تازه میتونه اجازه بگیره که دفتر مهندسی بزنه. آرکیتکت هم همین داستانو دارن یا چجوری؟ این 2 سال ایناشو نمیدونم، باید اوکی. بپرسم. یه چیزی هست برای ساخت و ساز تا یه متراژ مشخصی فکر میکنم 700 متر مربع و 3 سقف. میکنم 600 متر مربع مال نه مال مال نشنال بیلدینگ کد پارت 9 آره زیر 600 600 متر.
600 و 3 سقف شما نیازی به هیچ لایسنس سی اس وی هیچی ندارید، فقط هیچ. نیاز به کلاینتی دارین که مثلا بخواد ویلاشو شما برای شرعی بکنید. کسایی هستن نماره ایرانی هست که دارن توی همون از سالها اینجا کار میکنن، توی نورسشون میسازن و خب هیچ کدوم این لایسنس ها این کارم انجام ندادن، فقط خب تونستن کار رو بگیرن و خوب طراحی کنن و بسازن و اون کار براشون کار آورد. خب گفتن که سرخام یه ذره کوتاه‌تر، کل کال یا ایمیل جواب میده یا فالوآپ کردن بعد از اپلای؟ حتما بعد از اپلای فالو آپ کنید. کولد کال رو نمیدونم، ولی خب اگه که بخوام الان یه نفر صبح دارید میری سر کار، یکی بهت زنگ بزنه بگه که مثلا من فلانی هستم، من محمد امانی هستم، من میخوام بیام اونجا کار بکنم، کل کال کلا جواب میده یا نه؟ به نظر اگه پوزیشن داشته باشید یا خیلی چیزی. اعصاب خود کنه نظرم. من کل کار سریع قطع میکنم. نه خب ایمیل یا نه یا مثلا پروفشنال نیست میکنم. خیلی نزدیکی، نه تکس بزنیم این کی آزادی مثلا میگه آره. هزار تا خب فکر نمی. شرکت در مسابقات معماری برای آفیس اصلا مهمه؟ اگه بعد بذارید توی رزومه و پورتفولیو آره، ولی حالا حیاتی هم نیست. نایس تو هاف به قولن، ولی درسته. VPA Vancouver Persian Architects. خب اوکی، اینا که بس لطفا گروه برای معمارای تورنتو هم معرفی میکنید، های گروهی هست؟ حالا فناورای یه گروه داره ولی مثلا خیلی اونجوری برای تخصصی ما نیبریم شروع بعد نمیدونم، ولی توه ولی من مطمئنم تو تورنتو هم چندین تا گروه حتما هست. آرکیتکتی هست. آره ونکوور هست، حتما تو تورنتو هم هست. خب گفتن سلام، بیم با آخه این فارسی انگلیسی نمیشن قرائتی شده، بازار کار بیم و معماری کدوم بهتره؟ سرتیفیکیت از کالج نمیتونم بخورم. هر دو با سرتیفیکت. ببینید معماری خب رشته مادر دیگه، وسیع تره، فرصت های بیشتری داریم. بیم خب فکر میکنم حالا غیر از شرکت معماری شما در شرکت های مهندسی هم بتونید کار بگیریم، شرکت هایی که خاله نرم افزار بهش نیاز دارن میتونه این فرصت هم براتون ایجاد بکنه، اما باز هم لازم و ضروری نیست. خیلی ها الان همین هفته گذشته هایر شدن که بیم هم نمیدونستن، اینو خیلی کار نکردیم، درسش هم نخوند. بسیار خوب. گفتم آیا درسته که باید هر 3-4 ماه یک بار مجددا اپلای کنی؟ نمیدونم من چه اصلا اصلا نمیدونم چی رو اصلا اقدام میکنم توی برای کار، یعنی بذار مثلا سوالش رو بذار درست بکنی. من یه شرکت ABC رو اپلای کردم، میگه اگه که میخواین دوباره اپلای بکنی اون پوزیشن باز دارن یه 3-4 ماه وقت بذار بینش، فکر کنم منظورش اینه 3-4 ماه وقت بذار. نه لازم، ان شاء الله ماه بعد. بسیار خوب سر خانم، کلام آخر. اوه یه سوال دیگه، کسانی که در آنتوریو تکنسین یا تکنولوژی معماری خوندن اصلا ایران معماری نخوندن، آیا لایسنسی میتونن بگیرن؟ تکنسن و تکنولوژی معماری فکر میکنم به عنوان architecture technologies میتونن. آره دیگه، ولی اون عنوان آرکیتکت دادم تا اون که دیگه CACB دقیقت بازم فرقی توصیه میکنم با اون سی سی وی دبل چک کنه، ولی فکر نمیکنم. 11 تا دانشگاه هستن که پروگرامی که اکردیت هست، شما اگه اونو بخونید مستقیما بعدش اپلای میکنید میشید اینترن آرکیتکت، صاف میرید تو سوسایتی. غیر از اون 11 تا بقیهشون تبصره داره. کالج ها که ندارن که، ایشون کالج خونده تکنسیان یا تکنولوژی معماری. تکنولوژیست خب خوبه و تکنولوژیست حالا بعدا اگه بتونه مثلا یه فوق لیسانس بگیره در مستر اف آرکیتکتچر بگیره آره. بسیار سرخانوم، خیلی خیلی ممنون، ببخشم روز کاری بودش و سختتون هم بود، خیلی لطف کردید، ممنون وقت گذاشتید، زحمت کشیدید. کلام آخر رو بفرمایید. کلام آخر این که توی زمینه کار یعنی پروسه کاریابی آسون نیست، برای هیچ کس هم آسون نیست، چه برای کانادایی که از دانشگاه UBC اومده من دیدم ماها طول کشیده، چه برای دوستی که حالا از ایران اومده. خیلی صبور باشید، مراقب خودتون باشید در این پروسه، پیگیر باشین. دوستانی بودن که 5 بار اپلای کردن و الان توی شرکتی که اسوشیت هستن بعد از بار 5 وارد شدن،
واسه همین ناامید نشین، اصلا مهم نیست چند بار اپلای میکنین، ولی مهمه که هر بار بهتر بشید، یعنی هر بار اپلیکیشنتون بهتر باشه و هیچی روی سافت اسکیل ها هم کار بکنین. این لایکبیلیتی رو میتونید گوگل کنید و بیشتر راجبش یاد بگیرید. و اینکه حالا امیدوارم که موفق باشید و بهتونم خوش بگذره، حالا چه الان چه بعدش که میرید سر کار. انشاءالله. خیلی خیلی ممنون، مرسی از همه دوستان، شب و روزتون خوش، خدا بزن.